امروز اومدیم برای قسمت 4 شهر فرنگ، اومدیم پیش یکی از هنرمندای معروف امریکا که یه آقای ایرانی هستش، یکی از هنرمندای برتر امریکا که کار نقاشی میکنه. امروز شهر فرنگ رو اومدیم تو گالری ایشون و با هم میخوایم بریم که ازشون فیلم بگیریم. اجازه گرفتیم ازشون فیلم بگیریم و ببینیم هنرشون رو به ما نشون بدیم. آقای سیاوش سعید دانش، من به اسم سیاوش سعید دانش میشنم ولی سیروس سعید دانش، گالری ایشون هستن. اجازه دادن که ما امروز از گالریشون فیلم بگیریم برای شهر فرهنگ 4 و خودتون معرفی میکنیم. من سیروس سعید دانش هستم، کار هنری میکنم، اینجا گالریشه و با هم میریم یه نگاهی میکنیم و با هم دیگه با در خدمت ایشون هستیم، باهاشون صحبت میکنیم که ببینیم کارشون چجوری میشه. با ما باشید. چند وقتی که کار نقاشی میکنی؟ من حدودا این کار رو یعنی از بچگی از 9 سالگی طراحی و کار رنگ انجام دادم. بعد سبک کارت چیه؟ سبک کارم من تمام تکنیکا رو تجربه کردم ولی خب بیشتر رنگ روغن کار میکنم، بعد رال کار میکنم، هایپر رال، فوتو رال کار میکنم، بعد البته تکنیک دیگه توی بین کارم میاد، اونم کار آبسترکتی که دارم. بعد نمایشگاه هم گذاشتی توی امریکا؟ ولی توی ایران 7-8 تا نمایشگاه داشتم، ولی خب توی امریکا یه نمایشگاه دائمی کارام توی گالری مال آف دی آل گالری که یکی از گالری های نامبر وان اینجا هم هست بوده. بعد کارام اگه بخوای بدونی که کارام مثلا کجا بوده، من توی اروپا بیشتر کارام رو فروختم اون موقع که ایران بودم، ترکیه، دبی، کویت. بعد از حدود 17-18 سال پیش توی امریکا کارامو میفروشم که از طریق این دوستمون که بیشتر کارام استفاده میکردن توی لاس وگاس و بعد تو هم خود همین هیوستون، از طریق ایشون من اومدم اینجا رو دیگه الان توی امریکا هستی. پارسال هم یکی دو تا نمایشگاه داشتی؟ بله، نمایشگاه فستیوال های آرت که معمولا شرکت معمولا همراه هستی. دوباره توی مارچ هم یه نمایشگاه بزرگی هست که هستم، حالا اطلاع میدیم که کجا هست. یه سری کاراتو من دیدم، کارهای سخفی انجام دادی. اون که از حدود 20 سال پیش تو ایران من شروع کردم کارهای سخف ساختمان های بزرگ، بعد همون کارهایی که تو لاس وگاس و یا اینجا هستش بیشتر کارهای سخفی هستش، کارهای دیواری بزرگ مثل کارهای باروک. بعد یه دونه عکس من دیدم که توی یکی از کارات توی خونه پرزیدنت ترامپ بوده، درسته یا نه؟ خونه خب یا کاپی کردن؟ کاپی کردن، ولی خب کاری که توی یه سقفی انجام شده نمیدونم حالا اون کار از روی همین کاپی شده یا از یه کار دیگه، ولی همون کار رو من انجام دادم توی یه سقف. توی یه سقف بزرگتر. نمونه کارات هم بس به ما حتما نشون بده، به دوستان نشون بدیم. Thank you.
هم دارید توی آموزش میدید؟ کلاس های نقاشی ما از توی همون ایران داشتیم و اینجا الان حالت خصوصی بعد عمومی. البته اینجا کارگاه ما هستش، گالری اصلی دوتا بلوک مرتب داریم کار میکنیم روش که احتمالا توی ما افتتاح میشه. پس اگر میخواید نقاشی یاد بگیرید از یه استاد بزرگ مثل آقای سعید دانش میتونید که من شماره ایشون رو براتون میذارم توی ویدیو، میتونید که باشون تماس بگیرید و کلاسشون شرکت کنید. نمونه کارا رو چیزایی که هستش رو با هم این در مورد یکی از این نقاش، این مثل انگار عکسه، اصلا واقعا من خیلی دوستش دارم. اینو با چه سبکی کار کردی؟ اون فوتورال هایپرال که میگین شما تمام دیتیل رو باید نشون بدید. خیلی قشنگه، واقعا قشنگه. اکثر اینا ولی خب بعضیاشون تکنیک سری رنگ واقعا توش نگه داشتیم، ولی کارهای مثل اون مثلا این هایپرال چقدر زیبا. این واقعا کار فوق‌العاده‌ای، اینو نشون بده لطفا، این واقعا کار خوبیه. این خیلی قشنگه. این تگزاسه؟ آره این تگزاسه. من تگزاس برف نداره، ولی خب به خاطر تگزاسی دوستای عزیزمون دیگه برف هم براشون آورید. واقعا انگار که چراغش واقعا روشنه. خیلی اینا خیلی که میبینین شما، ما معمولا اصل کار رو اونجا نمیفروشیم، اصل کار رو نگه میداریم، بعد از روش حدود مثلا 50 تا یا 100 تا پرینت میگیریم، پرینت هم باب هم بدون باب. بعد این پرینت ها شماره گذاری میشه، سایزهای مختلف دارید. فرض کنید الان این پرینت هم این کاره، مثلا این شماره شاید مثلا 25 باشه، ما دونه دونه میفروشیم تا به آخرین شماره که میرسه. فقط یه تعداد مخصوصی داره برای شماره گذاری میکنه، همشون شناسنامه داره، بعد میرسه به اصل کار که دیگه اون قیمتش دید. یه عکس دیگه داری اونجا، میتونیم با هم اون رو نشون بدیم؟ یه عکسی خانومیه انگار نایلون کشیده روش. من اول فکر کنم عکس، واقعا بعد واقعا کار نایلون خیلی قشنگه، خیلی کار قشنگه. البته زیر 18 سال نبینن این کارو، ولی واقعا کار قشنگه، انگار که دقیقاً نایلون مثل یه عکس. مثلا من خودم عکاسی میکنم، واقعا فکر نکنم اینجوری بتونم عکاسی کنم که شما دست کشیدید. البته کارهای مثل که هنری دیگه هم انجام میدید برای مدلاتون اینا؟ بله، کاری که انجام میدم حالا یا عکاسی یا مثلا مدل زنده اینا داریم کار میکنیم. اصلا این فضا رو درست کردیم، اینترنتی با درست کردیم که اینجا هم، یعنی اینجا میتونیم بریم داخل، یعنی اینجا میان مدل ها میان هستن عکس میگیرن، بعد شما هم برای عکاسی استفاده میشه اینجا، هم برای کار خودمون که مثلا میخواییم درست. یه سه تا کار دیگه اونجا داری من نشون بدم، ایران نره میتونی بارتون بیا. سه تا کار میگم مثبت 18 شما نگاه نکنید، ولی واقعا کاراش قشنگه، واقعا قشنگه، یه کار خیلی قشنگیه. اینا مدل بودن ازشون؟ بله، اینا مدل هایی هستن که خودشون سفارش میدن، یا مثلا بعضی ما استفاده می قرارداد داریم باشون، اونا هم میان عکس میگیرن، بعد شما رو اون چیز میکنن سازن برای خودش. بعد برای کجا زدی اینا رو؟ سفارش خود مشتری. سفارش خود مشتری. البته من میخواستم نگاه کنم اینجوری بودم، یه ذره نگاه نمی کنم. کار مدل، کار مدلینگ. بله، این در مورد این کارت هم میشه توضیح بدید؟ این کارهای ابسترکت که گفتم بهتون یه سری انجام میدم، حالا اینجا هم هستش، اینا توی آرت دیوار گالری الان یه سریش هم اونجا هستش. این چند وقت کار برده در مورد کارهای زمانش رو نمیشه گفت، بس این حالت داره که چطوری مثلا شروع کنی یا تمومش کنی. بعد یه سریش هم اینجا میتونم نشونتون بدم که اینجا هستش، از همین کارا من جدا کردم یه چند تا شو، این خیلی تعدادش راحت‌تر. بعد این کارا هستش، کار میشه یه ذره توضیح بدی نزدیک‌تر بشه؟ کار ابستراکت دیگه، شما با کارهای ترکیب رنگ، بعد شما کمپوزیسیون رنگی و اینا رو باید مشخص کنید، کاری که داری انجام میدی چه حس و حالی میخوای از توی کار بیاد بیرون، و شما ایدتون توی بستگی داره که بیننده چطوری در موردش چجوری فکر کنه و در موردش قضاوت بکنه. کاری دیگه اینا هم که حالت کمپوزیسیون یه چرخ دیگه میزنیم توی گالری استاد، بعد دوره میمه چند تا دیگه سوال میکنیم ازشون، ببینیم بذار بیشتر در مورد هنر اطلاعات کسب کنیم. بس با ما باشید تو این چند دقیقه.
گالری توی یک شهر میتونی نمیتونی تو گالری مختلف قانونش اینجوری اصلا کار نمیکنه البته تو این گالری فقط کارهای ابسترکت هم هست که شما دیدین. آره الان اونا رو نشون میدیم. این تابلو واقعا قشنگه، یعنی گوجه ها واقعا خوردنی، آدم دوست داره بخوره. و یا این مثلا توت فرنگی تموم نشده هنوز، نه کامل، یه دیتیلای کوچیک مونده. بریم توی کارهای ابستریه استاد ببینیم، اونا رو هم دیگه برنامه تموم میشه.